دشمن در مقابل رهبر ایران در سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفت برخلاف آنچه رسانه‌های خارجی میگویند او به هیچ یک از نامزدهای انتخابات نظری ندارد. 10 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری بخش عمده‌ای از این سخنانی به موضوع انتخابات اختصاص داشت. من به هیچ کس نظر ندارم. انتخاباتی که در آن جانشین محمود احمدی نژاد مشخص می شود، در حالی که رئیس جمهوری ایران برای اولین بار در 2 دهه گذشته از برنامه های سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده بود. آقای خامنه ای از کسانی که می گویند انتخابات پیش رو مهندسی شده است یا انتخاباتی آزاد نیست هم انتقاد کرد. رهبر ایران ابراز امیدواری کرد که دولت آینده بتواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند. برنامه‌نویسم خوب بود، امسالم خوبه، ولی به نظرم اون موقع میتونستم این بخش قابل توجهی از درآمدم رو پسنداز بکنم و مخارج طولانی مدت، ولی الان زیاد پسنداز نیست، پس دوام آوردم تو سر ماه. مشکلات اقتصادی تبدیل به موضوع اصلی در انتخابات امسال شده است، چه در بحث ها میان نامزدهای انتخاباتی و چه در میان عامه مردم. چون اصلا تأمین نیستش که الان مثلا من فوق لیسانس هم بگیرم، اصلا معلوم نیستش که کارش باشه نباشه، اصلا معلوم نیستش که چی قراره بشه. شورای نگهبان با رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی رقابت را به عرصه‌ای برای رویارویی 2 نامزد نزدیک به اصلاح طلبان در برابر 6 نامزد نزدیک به طیف اصولگرا تبدیل کرده است.